حرف موقت و دیگه شهرها باید با همشه آسی موزارا در این مناطق در سال 1325 در مسابقات قهرمانی کشور پنیز فراز صخره‌ای که به سوی شهر فیروزآباد فارس گسترده می شود، آثار نقش برجسته‌ای نمایان است که بزرگترین و شاید کهن‌ترین اثر صخره‌ای دوران ساسانی است. این نقش برجسته یادبود پیروزی اردشیر بابکان، مؤسس سلسله ساسانی، بر آخرین فرمانروای اشکانی، اردوان پنجم است. انگیزه قیام اردشیر بیشتر به خاطر ایجاد یک پارچگی سیاسی و وحدت فرهنگی و مذهبی بود که در دوران پارت‌ها دچار تحولات بسیار و پیدایش فرقه‌های مختلفی شده بود و یکی از علل عمده پیروزی اردشیر پایبند بودنش به مذهب و میل به حفظ و احیای فرهنگ بومی و ملی این سرزمین بود. در کنار شهر گور در فیروزآباد فارس بقایای کاخ اردشیر بابکان قرار دارد که از نخستین بناهای دوران ساسانی است و به دستور اردشیر اول ساخته شده است. این کاخ شامل یک ایوان رفیع، سه گنبدخانه و حیاتی با رواق‌هایی در پیرامون آن است. روحیه تزئینات و اصول کلی و خطوط انتخاب شده برای سطوح داخلی و خارجی بنا بازگشتی را به زمانی دورتر از اشکانی به دوران هخامنشی نشان می‌دهد. نکته مهم در این بنا وجود سه گنبد عظیم بر پایه‌های چهار ضلعی به کمک گوشواره است. این گنبدها نشانه رشد و تحول اساسی ساخت گنبد در ایران باستان و رسیدن از پایه مربع به فضای دایره بالای آن در شکل فنی پیشرفته تری است. در بنای فیروزآباد عمده مصالح بنا را قلوه سنگ یا سنگ لاشه و ملات ساروش تشکیل می‌دهد و اندوری از گچ ناهمواری‌های سطح دیوارها را پنهان می‌سازد. این معماری دارای ریشه و اصل محلی است و تا به امروز در این سرزمین حفظ شده است. شهر بیشاپور در استان فارس از آثار مهم اوائل دوران ساسانی در 1700 سال پیش است. بانی این شهر شاپور اول پسر و جانشین اردشیر بابکان است که پس از به قدرت رسیدن ساختمان بنای شهر را آغاز کرد. در پیرامون شهر دیواری با برج‌های دفاعی نزدیک به هم قرار دارد و در داخل شهر در منطقه شمالی آن فضای باز و خلوت با جدول بندی‌ها و خیابان‌کشی‌های مفروش سنگی و بنای ارک و کهندج دیده می‌شود. و در منطقه جنوبی بخش عظیمی از تأسیسات و ادارات دولتی و منازل مسکونی و کارگاه‌های وابسته به آن قرار گرفته است. در جبهه شمالی ویرانه‌های شهر بقایای کاخ تشریفات واقع شده که شاید بتوان آن را در ردیف مهمترین آثار معماری دوران ساسانی به حساب آورد. این کاخ به صورت یک پدیده معماری نو با همه ارزش‌های آن در بیشاپور شکل گرفته و ساخته شده است. تالار تشریفات این کاخ مرکب از چهار ایوان متقابل و متقارن است که طرحی شبیه به چلیپا دارد
و صحن مرکزی آن به شکل مربع و هر یک از جرس های تشکیل دهنده پاتاق آن 7 متر ضخامت دارد. در فراز این تالار یکی از بزرگترین گنبدهای ساخته شده در دوران ساسانی قرار داشته است که در همان زمان دچار صدمه شده و با وجود کوشش هایی که برای مرمت آن صورت گرفته فرو ریخته است. این گنبد بر مربعی به ابعاد 23 متر در 23 متر جای داشته است. در ارتباط با این تالار 2 ایوان در جهات شرقی و غربی قرار دارد که با موزاییک های رنگین تزیین شدند. این نمونه ها در ردیف اولین آثار نقاشی و رنگامیزی بناهای ساسانی در آغاز این دورند و تحت تأثیر هنر روم شرقی کار شدند. همچنین در اطراف تاخچه ها و سرتاخچه هایی که بر کناری درگاه های تالار قرار گرفتند گچبری های با نقوش متنوع کار شده است که نمونه های باقی مانده حکایت از استعداد و قابلیت هنرمندان عصر ساسانی دارد. این نقوش مقدمه و پایه‌ای بر طرح های درخشان دوران های بعد است. در کنار کاخ تشریفات آثار بنای عظیم و سرداب مانندی قرار دارد که به معبد آناهیتا فرشته یا ایزد بانوی آب برکت و فراوانی شهرت دارد. این بنا به صورت مکعبی است که هر یک از اضلاع آن 14 متر ارتفاع دارد و سنگ‌های تراشیده شده قالبی به ابعاد مختلف و به صورت 2 جداره ساخته شده است. بنا دارای 4 مدخل در 4 طرف می باشد که به دالان‌های پیرامون بنا راه دارد و در کناره‌های کف دالان‌ها و کف حیات معبد آبروهای ظریفی وجود دارد که در آنها یک گردش پنهان و آشکار آب جریان داشته است. این معبد روباز و فاقد سقف بوده و نسبت به سطح زمین‌های اطراف خود 6 متر پایین‌تر ساخته شده است. شهر بیشاپور دارای ویژگی هایی است که برای اولین بار در تاریخ شهرسازی و معماری دوران ساسانی خود را آشکار می سازد. نقشه این شهر برخلاف شکل مدور شهر گور مستطیل شکل بوده و بافت ارتباطی آن شامل خیابان ها و کوچه هایی است که به صورت شطرنجی یکدیگر را قطع کردند و تقریبی از نقشه شهرهای دوران هخامنشی نظیر پاسارگاد و تخت جمشید است. در کنار شهر بقایای قلعه‌ای قرار دارد که به منظور حفاظت از شهر بنا شده است. این قلعه که قلعه نظامی بوده حدود 60 متر از سطح شهر ارتفاع داشته و کاملا مسلط و مشرف بر آن و بر تنگه کنار شهر که به تنگه چوگان مشهور است بوده است. شهر بیشاپور اولین شهر روزگار باستان است که دارای تاریخ شهرسازی مکتوب است. این تاریخ بر روی یکی از 2 ساق ستون بنای یادبود بیشاپور که در مرکز شهر واقع شده به صورت سنگ نوشته‌ای با 2 خط اشکانی و ساسانی ثبت شده است و تاریخ آن برابر با 260 میلادی است. ساسانیان بیش از همه گذشتگان خود سنت نقوش برجسته روی سنگ را که از 1003 قبل از میلاد شناخته شده حفظ کرده و به کار بردند. از این دوران بیش از 30 نقش برجسته که بخش اعظم آن در سرزمین پارس
و در مقر حکومت آنان قرار دارد در سینه صخره‌ها و کوه‌ها نقش شده و بر جا مانده است. این نقش‌ها در حقیقت تاریخ مصور زندگی مردمان این دوران و یادگار پیروزی‌ها، اجرای مراسم آیینی، اعطای منصب و مقام، غلبه بر دشمن، ضیافت‌ها و صحنه‌های شکار هستند. این نقوش به علت ارزش و اهمیتی که داشتند غالباً در کنار مسیر و یا نزدیک به یک نقطه و مکان مهم و مشخص کار شدند. مکانهایی چون تنگ چوگان بیشاپور، نقش رستم دارابگرد، نقش رستم شمال تخت جمشید، طاق بستان و نقاط مهم بسیار دیگر. در این نقش برجسته‌ها که غالباً حکایت از واقعی تاریخی دارند، تنها بخش ممتاز این واقعه ثبت می گردد و فقط به همان موضوع محدود می شود. در این نقش برجسته ها مکانی که واقعه در آن رخ داده است نشان داده نمی شود و شخصیتی که موضوع اصلی صحنه را تشکیل می دهد بزرگتر از دیگران تصویر می شود که پیرامون او را صفی از انسان ها تشکیل دادند. این نقش برجسته ها به مرور زمان برجسته تر و صاحب حجم شدند و برعکس گذشته که اندام توسط پوشاک پوشیده می شد و شکل بدن نامعلوم بود، در اینجا لباس غالب بدن است. نقش برجسته های ساسانی با داشتن ترکیب متعادل و دارا بودن مفاهیم مخفی و پنهان در درون خود، حالتی شرقی و ایرانی یافته و از نقش برجسته های رومی خود را جدا می سازند. این نقوش جریانات مختلفی را که تگ چهار قرن در هنر ساسانی به عمل آمده جلوه‌گر می‌سازد. آثاری که در دره شهر در استان ایلام به جا مانده بقایای شهری بزرگ و آباد از دوران ساسانی است که تا قرن چهارم و پنجم هجری مسکونی بوده است. امروز جز ویرانه از این که در سطح وسیعی پراکنده و متفرق شده چیز دیگری از آن باقی نمانده است. این شهر نظیر شهر بیشاپور فارس و برخی از شهرهای اشکانی و ساسانی با مصالح قلب سنگ و ملات ساروت ساخته شده و در بخشهای از آن آثار خیابانها و کوچه های شهر دیده می شود که رابطه ساختمان‌های شهر با بافت معابر آن قابل بررسی است. در لابلای ویرانه‌های شهر طاق‌های هلالی متعددی به چشم می‌خورد که بقایای معماری قرون چهارم و پنجم هجری در این شهر است و از نظر ساخت و ساز در ادامه معماری دوران ساسانی به شمار می‌رود. این شهر به خاطر شرایط اقلیمی منطقه و وجود چراگاه ها و کوههای مرتفع و رودخانه های پر آب نظیر رود سیمره در امر ایجاد استقرار و تداوم فرهنگ و تمدن در روزگار خود نقش مهمی بر عهده داشته است. بر روی رودخانه سیمره در آغاز ورود این رود به خاک خوزستان پل گاو میشان بنا شده که در گذشته راه ارتباطی دره شهر از روی آن عبور میکرده است. در این محل به خاطر قلیایی بودن آب این بخش از رود سیمره، بستر رود که از سنگهای سست تشکیل شده پایین نشسته است، ولی پایه های پل که روی صخره و بر طرفین بستر آب بنا شده همچنان سر پا و استوار مانده است.
تکیگاه‌های پل متکی به بدنه مجاور و به طرفین دره است که رودخانه از میان آن می‌گذرد و پایه‌های آن که از عرض دهانه قابل توجهی برخوردارند متعلق به دوران ساسانی است که بخش‌های بالای آن در دوران‌های بعد دوباره سازی شده است. ساسانیان که از فارس، استان جنوبی ایران برخاسته بودند، به دلیل پایبند بودند به اصول آیین زرتشت که پرستش نیروهای طبیعی از ویژگی‌های آن است، حیاتی نو بخشیدند. اینان آتشکده‌ها و معابد متعددی را در سراسر امپراتوری خیش گستراندند که بقایای پاره‌ای از این آثار با معماری خاصشان امروزه در گوش و کنار این سرزمین بر جا مانده است. در شمال غربی سبزوار، در میان ارتفاعات شمال روستای ریوند، بر پشته سنگی بزرگی که از میان بستر رودخانه ریوند سر برآورده، بقایای یکی از آتشکده‌های دوران ساسانی قرار دارد که در محل به خانه دیو مشهور است و احتمالاً مکان آتشکده مشهور آذربرزین مهر یا آتش دهقانان و کشاورزان بوده است. چارتاهی این آتشکده بر فراز مرتفع ترین نقطه این صفه برای انجام مراسم نیایش آتش ساخته شده است. این چارتاهی که گنبد آن فرو ریخته از چهار درگاه با طاق هلالی نظیر طاق‌های پارتی تشکیل شده است که در بالای قاب درگاه‌ها گوشواره‌ها قرار داشتند و گنبد بر روی آن قرار می‌گرفته است. در جنوب مشهد، در استان خراسان، بر فراز نقطه بلند، در دل یک رشته کوه، یکی از کهن‌ترین آتشکده‌های گنبددار از اوائل دوران ساسانی به جا مانده که به آتشکده بازه هور مشهور است. این بنا که گنبد آن بر روی چهار قوس واقع شده، از نظر فن ساختمانی شکلی ساده و ابتدایی دارد. از زخامت و پهنای زیاد برخوردارند و سنگ لاشه و ملات گچ ساخته شدند. در اینجا گوشه سازی ها را بسیار ساده و به وسیله چند تیر چوبی که قسمتی از آن پنهان است پل زدند که مستقیماً گوشه سازی سنگی ابتدایی فوقانی را نگه می دارد. شکل ساده خود نشانی از یک کار ابتدایی و آزمایشی است و مرحله قدیمی تری از آنچه که به نام آتشکده پارتی معروف است ارائه می دهد. آتشکده یا چهارتاقی فراشبند در جنوب فارس یکی از پنج آتشکده است که در منطقه فراشبند در زمان ساسانیان بنا نهاده شده است. نقشه این بنا در کمال سادگی و شامل چهار پایه سنگچین است که گنبد نیمه ویران بر فراز آن استوار مانده است. این بنا از قلب سنگ و ملات گچ فراوان ساخته شده و به نسبت ابعاد چهار گوشه بنا دهانه درگاه‌های آن بسیار وسیع به نظر می‌رسد.
در این آتشکده خیز گنبد بلند و دایره آن نسبت به پایه‌ها کمی پس نشسته است و فضای بیشتری را برای برپا کردن دایره گنبد با گوشواره‌های کوچک به وجود آورده است. در خارج بنا تاغ‌نماهای تزئینی ساده سطح بالای بنا را زینت داده است. آتشکده نیاسر در منطقه کوهستانی شمال کاشان بنایی به جا مانده از سده دوم میلادی است که با دقت زیادی تعمیر شده است. تناسبات مطالعه شده این بنا قابل توجه است، اما مهمتر از همه راه حلی است درباره حل مسئله رسیدن از چهارگوش به گنبد مدور بالایان، یعنی رسیدن از مربع به دایره. در داخل بنا در هر گوشه قاعده مربع کوچک یک تاق کوچک مخروطی شکل یا فیل پوش قرار دارد که دایره گنبد را به قاعده مربع متصل می سازد. تنوع در سنگکاری از سنگهای خشن بزرگ گرفته تا قطعات حجاری شده و سنگهای آجر شکل به دقت تراش خورده که در بالای قوس درگاه ها به کار رفته است بر سادگی و صراحت بنا افزوده است. در شمال غربی ایران در میان رشته کوههای شمال شرق تکاب بقایای قلعه باستانی قرار دارد که آثار ساختمانی متعددی از دورانهای مختلف اشکانی، ساسانی و ایلخانی در آن به چشم می‌خورد. این مکان به تخت سلیمان مشهور است. در میانه قلعه دریاچه زیبایی قرار دارد که نظیر برکه کنار کاخ فیروزآباد فارس از آب چشم ساری پدید آمده است. استحکامات خارجی این قلعه نظیر سایر قلعه های دوران ساسانی با متابعت از عوارض طبیعی زمین ساخته شده و دارای دیوار دفاعی بسیار مستحکم و برج‌های نیمگردی است که جلوتر از دیوار قلعه ساخته شده و گرداگرد آن را فرا گرفتند. فاصله نزدیک برج‌ها به یکدیگر علاوه بر آنکه قدرت دفاعی قلعه را افزایش داده، بر زیبایی طرح بنا نیز افزوده است. قدمت این دیوار و دروازه‌های آن احتمالاً به زمان اشکانیان می‌رسد. قلعه تخت سلیمان بر روی صفه ای از رسوبات آب دریاچه داخل آن تشکیل شده و از سطح زمین های زراعتی اطراف خود بیش از 50 متر ارتفاع دارد. این قلعه دارای دو دروازه اصلی است که در شمال و جنوب آن قرار گرفتند و در طرفین هر یک از این دروازه ها دو برج نزدیک به هم برپا شده که در ورودی را در میان گرفتند. تاق دروازه جنوبی که امروزه از آن برای رفت آمد استفاده می شود تاق بیز پارتی است و در ادامه معماری دوران اشکانی ساخته شده و نمای خارجی آن با سنگ های خفته و راسته و یک ردیف تاق نما تزیین شده است. در داخل قلعه یک سلسله ساختمان‌های سنگی و آجری ویران در اطراف دریاچه پراکنده شده که اکثر این آثار متعلق به دوران ساسانی است. در این مکان یکی از 3 آتشکده بزرگ دوران ساسانی قرار دارد که به آتشکده آذرگشنسب مشهور است. در این آتشکده آتش شاهان و سلحشوران نگهداری می‌شده است.
مشخصترین بنای این مجموعه قسمتی از یک ایوان رفیع است که در مغرب دریاچه واقع شده و پایه آن از سنگ و بخش‌های پایین ایوان با آجرهای نسبتاً قطور و بزرگ ساسانی بالا برده شده و بخش‌های بالایی آن در دوران ایلخانی تعمیر شده است. از سه آتشکده بزرگ و معروف زمان ساسانی، یعنی آتشکده آذرگشنسب در تکاب آذربایجان، آتشکده آذربرزینمهر در ریوند خراسان و آتشکده آذرفرنبق در کاریان فارس، تاکنون تنها نقشه ساختمانی آذرگشنسب مشخص و نمودار گردیده است. در بخشی از محل شمال دریاچه یک مجموعه ساختمانی قرار دارد که پایه‌های آن مربع شکل و از قطعات سنگ‌های بزرگ پاک تراش تشکیل شده است که نسبت به معماری سایر نقاط بناهای تخت سلیمان شکل متفاوتی دارد. این سنگ‌ها بدون ملات بر روی یکدیگر قرار گرفتند و احتمالاً قدمت آنها به دوران اشکانی می‌رسد. در محوطه غربی کنار آتشکده گروهی بنا مجزا از سایر قسمت‌های دیگر از خاک بیرون آورده شده است. این قسمت مجموعه تالارهای ستوندار نامیده می‌شود و بر کفان پایه ستون‌های مدور آجری بر جا مانده است. پوشش این تالار از تاخهای آهنگ سراسری تشکیل می شده است که بر قوس‌های باربر بین پایه‌های مدور و پایه‌های گرد استوار بوده است. قدمت این بخش از بنا به دوران ساسانی می رسد. درگاه‌هایی به شکل درگاه‌های دوران اشکانی و همانند درگاه‌های کاخ اردشیر بابکان در فیروزآباد فارس دیده می‌شود که در آن درگاه‌ها با پوشش هلالی پوشیده شده و جای قالب چوبی پوشش درگاه باعث پیش نشستن پایه‌های درگاه شده است. درگاه‌ها ارتباط میان بخش‌های مختلف بنا و فضای پیرامون یا کنار گذر آتشکده را برقرار می‌سازد و نمونه‌هایی از آن در دیوار کنار تالار ستوندار شمال آتشکده نیز دیده می‌شود. معابد و آتشکده‌های دوران ساسانی معمولاً در مجاورت چشمه یا جویباری بنا شدند، زیرا آب یکی از عناصر مقدسی بوده که هنگام تشریفات مذهبی مورد نیایش روحانیان زرتشتی قرار می‌گرفته است. در تخت سلیمان این پرستشگاه در کنار دریاچه زیبا و سحرانگیزی بنا شده که هنگام طلوع و غروب آفتاب پرتو دیوارهای مخروبه کاخ قدیمی در آب آن منعکس شده و تصویر بسیار دلفریب و جذابی بر جا می‌گذارد. در سروستان فارس آثار بنایی بر سر پاست که به کاخ سروستان مشهور است. این کاخ مجموعه بنای عظیمی است که ساختمان بنای آن را به بهرام پنجم ساسانی، بهرام گور، نسبت می‌دهند.
این بنا معرف معماری و فن پوشاندن اجزای ساختمان با شکل‌های هلالی، گنبدی و نیمه گنبدی در انتهای دوران ساسانی است و در آن بر حسب شرایط از اشکال مختلف پوشش بنا استفاده مطلوبی به عمل آمده است. محور اصلی بنا شرق غربی است و ایوان اصلی آن در بخش غربی بنا واقع شده است که دو ایوان کوچکتر در دو سوی آن قرار گرفتند. در اینجا یکی از کهن‌ترین و قدیمی‌ترین نمونه‌های ایوان با پوشش نیم گنبد برای اولین بار در معماری ایران به چشم می‌خورد که در آن در دو سوی فضای داخلی ایوان دو گوشواره که متعلق به پوشش نیم گنبد ایوان است قرار گرفته است. سوی حیات مرکزی که در شرق بنا قرار گرفته دو اتاق مستطیل شکل تدیل قرار دارد که پوشش آنها تاق آهنگ متکی بر ستونهای دوتایی به هم چسبیده است. در تزئینات این تالارها تاقچه‌های گودی بر بدنه دیوار جاسازی شده که پوشش نیم گنبدی را بر سطوح فوقانی آن گچبری نمودند. با وجود این تاخچه ها می توان به نوع ساختمان اولین نیم گنبد ایرانی که در پوشش ایوان غربی و خارجی بنا نیز به کار رفته است پی برد. در کاخ سربستان با اینکه خطوط کلی بنا نسبت به محور فضای گنبد بزرگ قرینه به نظر می رسد، با این حال تنوع فضای درونی بخش های مختلف بنا چشمگیر است و همجواری هر یک از بخش‌های آن در ارتباط با دیگر بخش‌های بنا مستقل به نظر می‌رسد. تالار جنوبی که اندکی طویل‌تر از تالار شمالی و نظیر آن است، ستون‌های دوقلوی چسبیده به هم کنار دیوار محیطی تالار قرار گرفتند. این ستون‌ها در فاصله میان دیوار و قسمت مرکزی تالار دو مردگرد پدید آوردند که پوشش این مردگردها نیز از تاق آهنگ تشکیل شده و بسیار کوتاه‌تر است. از طریق این مردگردها فضای تالار اصلی مستقیماً به فضای گنبدخانه کوچکتر در جنوب شرقی بنا راه پیدا می‌کند که جاسازی این ارتباط از لحاظ راهروهای کنار گنبدخانه و نقش آن در پوشش تکامل یافته ساختمان گنبد حائز اهمیت بسیار در معماری ایرانی است. گردش خطوط تزئینی گچی و اندود گچنمای داخل این بنا به سادگی صورت گرفت و تنوع فضاهای داخلی که با جاسازی غلام گردش ها و پوشش نیم گنبدی بین پای ستونهای دوقلو ایجاد شده فضای آرام و دلپذیر به وجود آورده است. جنوب شرقی بنا گنبد کوچکتری قرار دارد که مرگردهای تالار جنوبی مستقیماً به درون آن راه پیدا می‌کند. پای ستونهای مرگردها در چهار گوشه فضای گنبدخانه قرار دارند که با شکل قرارگیری خود فضای متنوعی را در زیر گنبد پدید آوردند.
بزرگ کاخ سروستان با مصالح آجری بر پایه‌های سنگی بنا شده و 4 درگاه کشیده و بلند فضای درونی گنبدخانه را به سایر بخش‌های بنا مربوط می‌سازد. ساختمان گنبد بر فیل‌پوش‌هایی بر بالای فضای مربع گنبدخانه استوار شده است. در فاصله هر دو فیل‌پوش یک روزن با طاق هلالی قرار دارد که از لحاظ فن ساختمانی گنبد در خور اهمیت بسیار است، چرا که بارهای وارد بر فیل‌پوش‌ها و فاصله میان اضلاع مربع با وجود طاق روزن‌ها به حد تعادل می‌رسد و گنبد بر سرپا و استوار می‌ماند. بنای سروستان با داشتن عناصر مهمی چون ایوان، تالار، نیم گنبد و گنبد از مهمترین و با ارزشترین آثار معماری دوران ساسانی است. از دوران ساسانی آثار و بناهای مهم و متعددی در گوش و کنار این فلات پهناور به جا مانده که مشهورترین آنها کاخ کسرا یا ایوان مدائن در تیسفون در کنار ساحل دجله است. طاق ایوان این بنا بزرگترین سقف ایوان ساخته شده در دنیای باستان و یکی از ابداعات پرارزش تاریخ معماری جهان است. همچنین بنای معبدی به نام چهار قاپو در قصر شیرین که یکی از بزرگترین گنبدهای دوران ساسانی بر روی آن قرار داشته است. این گنبد توسط گوشواری بر روی 4 طاقی مربع قرار گرفته بوده است. در نزدیکی معبد خرابه‌های قصری متعلق به خسرو پرویز باقی است. این قصر به تقلید از آثار معماری هخامنشی بر روی سکوی بلندی ساخته شده است. در دشت نیمور در فاصله میان دریجان و محلات بر دامنه کوهی ویرانه های یک آتشکده قدیمی قرار دارد که به آتشکده آتش کوه مشهور است. بنای آتشکده از یک 4 طاقی با مجموعه ساختمان‌های در پیرامون آن بر سطح شیبدار صخره بنا شده. و آنچه که امروزه از این بنا به جا مانده، پایه‌ها و جرس‌های سنگ و قلب سنگ با ملات آهک است که با قطعاتی از سنگ‌های قواره شده نما پوشیده شده است. نکته مهم معماری این بنا پیدایش ستون‌های ترکیبی مدور در 4 گوشه بناست که ساختمان گنبد اصلی بر این 4 ستون استوار بوده است. این مکان به علت شکل خاص قرارگیری خود احتمالاً نه یک معبد که محلی برای علامت دادن و دیده شدن بوده است. در پایین کوه بیستون جای آماده شده اما خالی از تصویر یکی از وسیع‌ترین نقش برجسته های انتهای دوران ساسانی به چشم می‌خورد که کار ساخت آن ناتمام مانده و هنرمندان ساسانی موفق به تکمیل آن نشدند. این اثر شاید آخرین اثر معماری و سنگ تراشی دوران ساسانی در ایران باشد. دوران که بیش از 400 سال دوام آورد و سرانجام در سال 651 میلادی به پایان رسید.